سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم صحیح و سلامت باشین. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که ترید کردن فقط یک شغل نیست، ترید کردن یه سبک زندگیه. خب میخوام این موضوع رو یکم بازتر کنم. بعضی از دوستان که حالا میخوان در واقع پا تو این عرصه بذارن، یا بعضی از دوستان هستن که مردد هستن، یا بعضی از عزیزان هستن که هنوز یه دید خیلی واقع بینانه ای نسبت به این قضیه ندارن، با طرز فکر من در مورد این کسب و کار بعد از این همه سال که این کار رو انجام میدم در واقع آشنا بشین. خدمتتون عرض کنم که یک، پول راحت. پول راحت یعنی زندگی راحت، چون شما هرچه راحت تر پول در بیارین برای خرج کردنش هم راحت تر میتونین انجام بدین. در واقع بعضیا هستن پول دارن، پول زیادم دارن، موقع خرج کردن دست و دلشون میلرزه. چرا؟ چون با زحمت پول به دست میارن. خب فرض بفرمایین، مثلا دارم میگم $1,000 که از راه ترید کردن به دست میاد، خب خیلی راحت یه روز تو خونه هستین، مثلا با چند تا کلیک کردن $1,000 در میارین. ولی $1,000 تو ایران 50 میلیون تومانه. فکرشو بکنین، مثلا یه دندون پزشک یا یه جراح واسه اینکه 50 میلیون در بیاره چه سختی کاریو داره تحمل میکنه. من برای این اشخاص خیلی احترام قائلم، همیشه هم گفتم برای پزشکا من یه مدل دیگه همیشه احترام قائلم، چون خودم به شدت از خون وحشت دارم، برای کار اینا واقعا احترام قائلم. ولی اینو میخوام بگم، حالا شاید مثالی هم که زدم مثال خیلی درستی نباشه، ولی کارهای خودمو بگم. مثلا توی طلا فروشی خب در آوردن $1,000 50 میلیون تومان خب کار سختیه. در واقع احتیاج به سر کله زدن با کلی آدم داره. در واقع شما تازه تونستین بعد یه مدتی اون پول هم در بیارین، موقع خرج کردنش باز مشکل داره. میگه خیلی خب، مثلا من این پولو میتونم مثلا 10 گرم طلا اضافه کنم به ویترینم. مثلا دارم میگم، خب بعضی از شغلا چون سرمایه خابیده نیاز داره، به خاطر همون درآمدی هم که داره طرف برای گسترش اون کسب و کار به اون احتیاج داره، به راحتی نمیتونه خرجش کنه. ولی ما برای ترید کردن، دی ترید کردن، اونقدری به افزایش در واقع نقدینگی احتیاج نداریم، چون لورج داریم. پس در واقع پولی که در میارم مال خودمه، میتونم هر طور که دلم بخواد خرجش کنم. خیلی عذر میخوام دارم این مثال میزنم. ما الان تو بودروم هستیم، ماه آگوسته، گرونترین ماه توی در واقع صنعت توریست ترکیه به حساب میاد. این فصل اینجا نمیشه هتل گرفت. من در واقع نوروز خودمون 4 ماه قبل اینجا رزرو کردم، شبی $1,000 من برای 5 شب اینجا $5,000 پرداخت کردم. یعنی در واقع یکم بیشتر از $5,000، 148,000 لیر پرداخت کردم، فکر کنم $5,200 بشه. خب من داشتم امروز به این فکر میکردم، مثلا اگه من طلا فروشیمو داشتم برای مثلا 5 شب اقامت توی یه همچین جایی بخوام بیام، حالا بر مبنای پول ایران مثلا 270 میلیون تومان پرداخت کنم، خب یه خورده آدم فکر میکنه خب با این پول میشه کارهای دیگه ای کرد. میگم تو اون کاسبی داریم صحبت میکنیم، به خاطر همون یه خورده سخت میشه. من تو زندگیم هیچ وقت مشکل پول دروردن نداشتم، یعنی من هیچ وقت دغدغم پول نبوده. ولی در واقع از یه وقتی به بعد که دیگه ترید کردن شد کار تمام وقتم، به این نتیجه رسیدم مدل پول دروردن هم خیلی مهمه. یعنی شما با زحمت، با سختی، با تلاش پشتکار پول در بیارین، یا نه تو خونه نشستین با چند تا کلیک کردن پول در بیارین. خب هرچی در آوردن پول راحت تر باشه، خرج کردنش هم براتون راحت تر و لذت بخش تره. خب بعد میخوام اینجا به این مثلا اشاره کنم، من نمیخوام بگم من درآمد خیلی زیادی دارم. خیلی از دوستان که دور بر من هستن، حالا چه دوستای ایرانم چه در واقع فامیلامون، درآمدشون ممکنه از من بیشتر باشه. ولی ببینید، نمیشه رفت یه جراح متخصص شد. استعداد میخواد، سالها درس خوندن میخواد، سالها تجربه میخواد. این میشه در واقع چیزی که شما میبینید. پس این چیزی نیست که من بگم آخر خب یه جراح پول خوبی در میاره، منم میخوام امروز برم جراح بشم. من تو 40 سالگیم نمیتونم برم این کارو انجام بدم. ذاتن هیچ وقت استعداد این کارو نداشتم اصلا. یا مثلا نمایشگاه ماشین پول خوب بود در میاره، من برم نمایشگاه ماشین. خیلی خب، شما الان میخواین برید نمایشگاه ماشین، سلام علیکم، مثلا 100 میلیارد تومان پول میخوای واسه اینکه در واقع یک موقعیت خوبی واسه خودتون ایجاد کنین.
یا طلا فروشی همون مدل. خب شما امروز تو ایران واسه اینکه یه معذرت میخوام نیسان آبی بگیریم ببین تو جاده باهاش بار این و اون ور ببرین، حداقل یه میلیارد تومان پول میخواین. خب این کار سرمایه اولیه در واقع واسه استارت نه اونقدر سرمایه میخواد، نه اونقدر تخصص میخواد، نه اونقدر کسب تجربه و استعداد میخواد. به خاطر همون خیلی خیلی راحت تره. بعد شما میایین مثلا با یه سرمایه زیادی یه کار کاسبی رو میندازین، میان یه شرکت میزنین، یه کارخونه میزنین، نمیدونم نمایشگاه میزنین، چه میدونم طلا فروشی میزنین، هرچی، اومدی اون کار کاسبی نگرفت، ضرر وارده به شما خیلی ضرر سنگینیه، چون در واقع اون چیزهایی که شما رو اندازی کردین امروز دیگه شده آشغال. بخواید به کسی دیگه هم منتقل بکنین، خب یالو میدونین شما که هم آوردین به خاطر همون اون پولی که شما هزینه کردین که بهتون برنمیگردین. خب پس ضرر سنگین هم داره. از اون طرف داستان، یعنی به نکته دو بخوام به عنوان یه سبک زندگی به ترید کردن اشاره بکنم، آزادی عمله. من مهم نیست کجا باشم، من هر کجای دنیا که باشم فقط کافیه تبلتم لپتاپم همراهم باشه، منبع درآمدم از همینجاست، یعنی تنها ابزار کار من در واقع کامپیوترمه که بتونم فقط باهاش به اینترنت وصل بشم. خب پس احتیاجی نیست من جای خودم رو محصور کرده باشم، احتیاجی نیست به کسی حساب پس بدم چرا من امروز هستم فردا نیستم، چرا امروز زود اومدم فردا دیر میام، فلان این داستان ها نیست. خب به خاطر همون آزادی خیلی خوبی دارین، به کسی قرار نیست حساب پس بدین. الان من اگه مغازه داشتم اون حالا هزینه در واقع اقامت یه طرف، اون مثلا یه هفته ای هم که هستم که مغازه مثلا تعطیله، خب مغازه کار نمیکنه، یه ضررم اونجا دارم. خب تازه بعد به 100 نفر حساب پس بدم چرا ما یه هفته نبودیم، ما کلاهی کسی بر نداشته بودیم، ما تعطیلات بودیم مثلا. خب این بحثا بوده دیگه، اون موقع هم بوده. پس آزادی عمل داریم، شما در واقع ارباب خودتونین، رعیت خودتونین، به کسی قرار نیست حساب پس بدین، خودتون هم کارفرمایین، هم کارگرین، هر چی که خودتون علاقه داشته باشین اون مدلی ساعت کاریتون رو میتونین برنامه‌ریزی بکنید. مطلب بعدی که دلم میخواد بهش اشاره کنم مسئولیت شغلیه. ببینید شما وقتی سکاندار یه شغلی میشین مسئولیت دارین، چند نفر هستن برای شما دارن کار میکنن، خانواده های اونها به شما وابستن، به نوعی شما نمیتونین فردا صبح بگین آخه خب من خوشم نمیاد خستم آقا ما میخوایم جمع کنیم دیگه، شما هم خودتون تکلیف خودتون رو بدونین دیگه. خب اینطوری که نمیشه شما بیاین یه شب گند بزنین به زندگی مردم، اونام رو حقوقی که از شما میگیرن در برنامه‌ریزی دارن. این حالا در جهتی که شما کارفرما باشین، اگه شما کارفرما نباشین در واقع واسه کسی دیگه ای دارین کار میکنین، اون موقع مسئولیتاتون خیلی بیشتره، چون بهتون مسئولیت میدن، ازتون کار میخوان، چون دارن بهتون حقوق میدن. خب تو ترید کردن شما مسئولیت ندارین، تنها مسئولیتتون همونیه که همیشه من گفتم، یعنی هدف اول ما از ترید حفظ سرمایه، هدف دوم افزایش سرمایه. مسئولیت شما اینه، شما دو روز میخوای سر کار نرو، مهم نیست، شما اصلا میخوای یه ما ترید نکنی، میگم آقا بعدم خوبه، انا یه ما میخوام برم استراحت کنم، نمیخوام ترید کنم. قرار نیست که حساب پس بده آقا من یه ما نمیام، مثلا این ما همتون بریم مرخصی بدون حقوق. خب این داستان ها رو نداریم، ماجراهای اداریشو نداریم. شما یه کار کاسبی داشته باشی، خب همش درگیر دارایی هستین، درگیر حالا اون اداراتی که با شغل شما در تماس هستن هستین، بیمه هست، فلان هست، 20 سال هست، شهرداری هست، این در واقع مراحل اداری رو نداریم. از اون طرف داستان سر و کله زدن با نیروی کار یا سر و کله زدن با در واقع صاحب کار رو نداریم، چون خودتون یا خودتون. حالا توی شغل هایی که حداقل من داشتم یه نگرانی همیشه بود آقا چرا مشتری نمیاد. خب همیشه آقا چه میدونم ساعت 11 شده هنوز دشت نکردیم، چه میدونم امروز داره تموم میشه هنوز مثلا دشت نکردیم. خب یه نگرانی هم تو اون شغل ها علارغم این که خب از بیرون خیلی بولده، یارو طلا فروشی داره، یارو چه میدونم ماشین فروشی داره، یه نگرانی اونها هم همیشه همینه دیگه، آقا اونا مشتری میخواد که بتونه بفروشه دیگه، خواب فرمایش اینا همه هست. خب توی این شغل شما احتیاجی به مشتری نداری، توی این شغل شما احتیاجی به سر و کله زدن با مشتری نداری، توی این شغل شما احتیاجی به قانع کردن مشتری نداری. اوکی؟ پس در واقع خودتون اینو کامپیوترتون، خودتون هر لحظه میخواین میخرین، هر لحظه میخواین میفروشین، منت کسی کشیدن، ناز کسی کشیدن. یه چیزی تعریف کنم، پدر بزرگی من خدا بیامرز آدم زرنگی هم بود، این وعداش به من یه دفعه گفتش که کاسب عین پل میمونه، تو
تو باید این پل اجازه بدی هر کسی از توی روی تو رد بشه اگه میخوای معامله کنی. اگه نه که خب اون موقع دیگه ماجرا فرق میکنه. من از این خوشم نمیاد، اون چرا اینو گفت، اون چرا فلان کرد، بیسال کرد، این حرفا رو نداریم. باید لبخند بزنی هر کاری که اون میخواد و براش انجام بدی بتونی بشی چیزی بفروشی. کاسب عین پل میمونه. خب حالا خب مثلا این با روحیات من خیلی سازگار نبود، ولی خب در عمل مجبور بودین که این کارو انجام بدین برای اینکه اگه قرار باشه با همه اوقات تلخی کنین نمیتونین به کسی چیزی بفروشین اون موقع. خب اینجا احتیاجی نیست که خودتون تو همچین شرایطی بذارین، اینجا پل نیستین، اینجا خودتون، این خودتون. خب به خاطر هم خیلی حس بهتری داره. خب من توی ویدیوهای قبلی هم گفته بودم که واقعا از شرایط الان خیلی راضی تر هستم نسبت به اون موقعی که در واقع شغلای دیگه هم داشتم. ببینین طلا فروشی مخصوصا تو شهرستان اعتبار اجتماعی خیلی بالایی میاره. شهردار میومد به ما چای میخورد، نماینده مجلس میومد به ما چای میخورد، موقع انتخابات بود میومدن پیش ما مینشستن چند ساعت واسه اینکه دوستای ما ببینن بیان مینا رأی بدن مثلا. خب این داستان ها بوده. ما هم در واقع توی ادارات خب از نفوذ خوبی برخوردار بودیم چون طرف فلان کارو میکرد فردا صبح میومد 4 تا لنگو میخواست قسطی مثلا. خب ولی توی در واقع ترید کردن اون اعتبار اجتماعی یا اون روابط اجتماعی که تو ایران شکل میگیره خب وجود نداره، چون کسی نمیدونه که شما قدرت مالیتون چقدره و نمیدونه اصلا شما چه قدرتی از دستتون ساخته است، یعنی چه کاری دستتون ساخته است. اونا رو نداره. ولی لازم مالی میگم هم از اونا جلوتره و همین که اصلا این درد و سرایی که عرض کردم و نداره، یه آزادی عمل خیلی خوب میده و یه کلمه اعصابم خیلی راحته. آرامشی که در واقع تو این سالها دارم به هیچ وجه با چیزهایی که سالهای قبل داشتم، اون اعتبار و موقعیت اجتماعی، به هیچ وجه نمیخوام این آرامش رو با اونا عوض کنم یه بار دیگه. من خیلی راضیم. فقط میگم توجه کنین این یه شبه اتفاق نیفتاده، 15 سال طول کشیده شده. این به خاطر اون عزیزانی که تازه میان فکر نکنن که خیلی خوب چرا اون میتونه ترید کنه من نمیتونم. الان 2 هفته است مثلا من اومدم 1000 دلار باختم نشد. نه، زمان میبره، اون زمان باید سپری بشه، اون تجربه، اون اعتماد به نفس ترید در شما شکل بگیره. یواش یواش به امید خدا شما هم میتونید. ما تونستیم، شما هم کسی چه میدونه؟ انشالله که بتونید. امیدوارم که تونسته باشم احساساتم رو درست منتقل کرده باشم، چون این ویدیو بیشتر احساسات درونی خودم به عنوان یه تریدر رو میخواستم باهاتون به اشتراک بذارم و تجربیاتی که خودم پشت سر گذاشتم و یه مقایسه‌ای کرده باشم با شغل‌هایی که از قبل داشتم. امیدوارم که تونسته باشم وظیفه‌مو درست انجام داده باشم. وقت همگی بخیر.